اگه نمیدونید چجوری میشه درست حسابی یه خروجی از کارتون تو نرم افزار فتوشاپ بگیرین، این ویدیو رو از دست ندید. سلام، خوش اومدین به موویلا. من حسینم و میخوام توی آخرین قسمت از آموزش‌های مقدماتی نرم افزار فتوشاپ درباره خروجی گرفتن و تنظیمات خروجیمون باهاتون صحبت کنم. پس بریم و این ویدیو رو ببینیم. برای وارد کردن یک عکس ما گفتیم که شما میتونید خیلی راحت اون تصویر رو انتخاب کنید و وارد نرم افزار فتوشاپ کنید و ادامه ماجرا. اما من میخوام یک تصویر PNG، یعنی تصویری که میتونه پشت زمینه خالی داشته باشه و پس زمینه‌ای نداشته باشه، یک لایه آلفا در واقع به حساب بیاد، رو وارد نرم افزار میکنم. خب من دوتا لایه رو وارد کردم. دقت کنید که الان من اگر بخوام اون دوتا لایه رو جابجا کنم نمیتونم. چرا؟ چون در لایه عکس پشتی خودم هستم. اون لایه رو بعد انتخاب کنم و بعد موو کنم و اون رو تکون بدم. اگر بخوام اندازه اون لایه رو، اون تصویر رو کم و زیاد کنم، دقت کنید که گفتیم باید شیفت رو بگیرید تا به اون اندازه منظم کم و زیاد بشه، وگرنه در ابعادش اندازش تغییرات غیر منظمی به وجود میاد. همچنین برای این شکل و این آیکون که میتونید این آیکون ها رو برای معرفی زمان و مکان یک مراسم خیلی جزئی و خیلی به جا به کار ببرید که قطعا در زیبایی پوستر شما به چشم میاد. نکته ای که قابل ذکر اینه که لایه های من به حالت یک لایه معمولی نیستن و میتونم قبل از همه چی اونها رو به حالت رسترایز لیر در بیارم. اما بریم به سراغ تنظیمات مختلف ایمیج و فیلترها. عکس پشتی خودم رو انتخاب میکنم تا در این باره مطالبی رو بگم. گری اسکیل برای ما میاد و کل کار رو سیاه سفید تعریف میکنه و غالبا تنظیمات مختلف دیگه ای رو برای ما امکان پذیر میکنه که حالا فرصت بحث روی این نیست. اما گفتیم که RGB برای کار کردن در نرم افزارهای کامپیوتری مناسبه و CMY color برای وقتی که تصویر ما قرار چاپ بشه. این قسمت مود در ایمیج. اما adjustment، نکته ای که خیلی مهم است در قسمت level، شما میتونید خیلی جزئی و خیلی ساده تم عکستون و به اصطلاح اون سنگینی رنگ ها رو خیلی راحت تغییر بدید و تصاویر رو یکم زنده تر کنید. حتی میتونید به راحتی با زدن کلیک اوتو به یک دلخواه و یک رنگ مناسب تصویرتون رو تغییر بدید. قسمت دیگه‌ای که در ادجاستمنت قابل ذکر هیو سچوریشنه. در هیو سچوریشن شما به راحتی میتونید رنگ تصاویر رو عوض کنید و سچوریشن اونها، لایتنس اونها دستکاری کنید و حتی با کالورایز کردنشون کل تصویر رو به یک رنگ در بیارید و با آزمایش کردن اینها به اون چه دلخواهتون هست برسید. در قسمت ایمیج روتیشن شما میتونید تصاویر رو به طور کلی بچرخونید 180 درجه، 90 درجه و در ایمیج سایز ابعاد تصویرتون و رزولوشنش رو میتونید تعیین کنید. اما بپردازیم به قسمت فیلتر. در قسمت فیلتر ما با بسیاری از فیلترهای پیشورز خود نرم افزار مواجهیم. انواع افکت هایی که در نرم افزار موجوده و قطعا باید شما با آزمایش کردن و امتحان کردن این افکت ها به اونچه که دلخواهتون هست برسید.
اما اون چیزی که شاید در قسمت فیلتر کمی متفاوت باشه لیکوفای هست که به شما این اجازه رو میده که تصاویرتون رو بتونید بکشید، بزرگ کنید و به صورت کاریکاتوری روی اونها تغییراتی رو ایجاد کنید. میتونید سایز براشتون رو تعیین کنید در اینجا و مثلا این شکل رو، حالا من برگردم به حالت قبلیش، مثلا با پهن کردن، بزرگ کردن این قسمتش و مثلا کوچیک کردن بعضی از قسمتهاش، یک شکل کاریکاتوری رو به وجود بیارید که میتونید حتی در خیلی از قسمتهای دیگه هم از این افکت استفاده کنید که عکس ما نهایتاً به این حالت تبدیل شد. اما چجوری در نرم افزار فتوشاپ خروجی بگیریم و فایل فتوشاپ رو تبدیل به فرمت های مختلف کنیم؟ من برای اینکه بتونم تصویرم رو ذخیره کنم کنترل اس رو میزنم. در قسمت فایل نیم اسم تصویر رو مشخص میکنیم. منتها پیش‌فرض فتوشاپ این هست که با فرمت خود فتوشاپ تصویر رو برای ما ذخیره کنه و در اون صورت شما میتونید به تمام لایه‌ها دسترسی داشته باشید و تغییرات رو دوباره روی اونها به وجود بیارید. اما اگر بخوام یک عکس ساده من سیو کنم، فرمت JPEG رو انتخاب میکنم و اسمش رو عوض میکنم که با این تصویر قبلی من متفاوت باشه و میتونم یک کوچولو روی حجمش هم تغییراتی رو ایجاد کنم و با زدن کلید اوکی در نهایت تصویری که من میخواستم رو بهش میرسم. خیلی ممنونم ازتون که این ویدیو رو تا تهش دیدید، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. این یکی از 5 قسمت آموزش مقدماتی نرم افزار فتوشاپ بود. اگر قسمت های دیگر رو ندیدید گذاشتم برید اونا رو حتما ببینید و اگر فکر میکنید که به درد کسی میخوره حتما براش بفرستید. اگر توی اینستاگرام ما رو دنبال میکنید ما رو فالو کنید، لایک کنید. اگر توی یوتیوب ما رو لایک کنید و سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید، یا اگر کامنتی دارید حتما برای ما بذارید که باعث میشه که ما پیشرفت کنیم و ویدیوهای بهتری براتون بسازیم. پس برید و کارهای خفن بسازید.